متشکرم از دوستانی که تشریف آوردن. آقای یکشین چند بار من نکته گفتن و من استنکاف کردم، منتهایشون به مصداق ضرب المثل از اصرار غافل نشو اصرار فرمودن و به همه از او رفت. روش‌شناسی یا متدولوژی یا هر عنوان دیگه که شما ذیل این قرار بدید و هر ترجمه دیگه به مطالبی اطلاق میشه که من ترجیح میدم در سه طبقه بندی سرایده قرارشون بدم و بعد اشاره کنم که هر کدوم چه اسم و رسمی دارن به سه بحث و میشه پیرامشون همجا. ساده ترین معنای روش شناسی روش ارائه و عرضه یه مطلب. همون کسایی که یا یه مقاله یا پژوهشی نوشته باشن یا دست کم خونده باشن یا یک پایان نامه‌ای رو گلگرونده باشن یا دیده باشن میدونن که یک اصولی برای این برمی‌شمارن. حالا اینکه اساساً بعضیا با این اختلاف نظر دارن و این شیوه رو ممکنه نپذیرن نپسندن، اون جزء جریان غالب نیستن، ولی الان هم توی ایران هم توی خارج ایران بنان دانشوی تز یا فوق لیسانس به صورت تقریبا سازمان یافته و یکسان از شما میخوان که یک پرابلماتیک تعریف بکنید، یک فرضیه ارائه بکنید و این هم یک مختصاتی برای خودش داره که هر چیزی نمیتونه اون پرتوچه شما باشه، هر چیزی نمیتونه فرضیه باشه. فرق اون رو با مفروضه هاتون باید بدونید، با آکسیوم هاتون باید بدونید و بعد این که مثلا فرض در بخش اولی یک همچین مقاله شما معمولا یه گزارش تاریخی از مطلبتون ارائه میکنید، در ادامهش به نقد نظریاتی که تا حالا وجود داشته میپردازید، باز در ادامهش نظریه خودتون رو مطرح میکنید و برتری هاش رو و در واقع پشتوانه های تجربیش رو یا هماهنگی عقلانیش رو هر چیزی که در دفاع از اون میتونید مطرح میکنید، چجور رفرنس باید داد، به چه کیفیتی، در چجور مقالاتی. این ساده ترین معنای متدولوژی و روش تحقیقی که خیلی از کتاب هایی که با این عنوان شما میبینید به همین ها میپردازن و البته هم ساده است هم نیست و در هر صورت بحث امشب ما راجع به اون نخواهد بود، چون که مطلبی است که بیشتر به درد عملیات ارزوی ارائه میخوره و من سعی کنم که به دو بحث بعدیش در دو سطح دیگه مطرح میکنم بپردازم. سطح دوم بحث متدولوژی یا روش تحقیق عبارت است از بررسی و یادگیری تکنیک های تحقیق، ابزارهای تحقیق. البته میدونید تو این طبقه بندی من دارم میکنم مثل هر طبقه بندی مواردی هست که دقیقاً توی یکی از این سه تا جا میگیره، مواردی هم هست که جا دادنش مشکله، یعنی بازی میکنه بین مثلا فرض کنید یکی از دو طبقه. بنابراین مثالهایی که میزنم یا نمونه‌هایی که میارم سعی میکنم که به شکلی باشه که در دوم طبقه جا میگیره، ولی اگر شما احساس کنید که به سمت پایین یا به سمت بالا جایش داره، بله این احتمالاً وجود داره. اینو هم به گوش بعضی از شما ممکنه خورده باشه، مثلا پیمایش، تحلیل محتوا، یا عرضم به حضور شریف شما که چیزی که الان بیشتر رایجه باجوش حرف میزنن تحلیل گفتمان. اینها از یه منظر که بهش نگاه کنید تکنیک های انجام تحقیق هستن، یعنی شما وقتی که دارید پیمایش انجام میدید فرق میکنه وقتی دارید تحلیل محتوا انجام میدید، دو تا کار متفاوته، دو تا تکنیک متفاوته، دو تا روش متفاوت داره و برای دو تا کار متفاوت به درد میخورید. همینطور وقتی شما مثلا میرید و پرسشنامه پر میکنید یا وقتی میرید مصاحبه عمیق انجام میدید، دو تا روش متفاوته. تو پرسشنامه شما یک تکنیک های خاصی رو باید رعایت کنید، سوالتون دو پهلو نباید باشه، سوالتون سوالی که بله یا نه رو در طرف مقابل تشویق کنه نباید باشه، سوالتون سوالی که ترس سیاسی تو اون طرف ایجاد کنه نباید باشه، سوالتون سوالی که گرفتاری اخلاقی تو جواب دادن برای طرفتون نباید باشه. اینا یک تکنیک هایی که برای سوال های
سرراست و صریحی که شما مطرح میکنه دو جلد داره، در حالی که توی مصاحبه عمیق شما اصلا نمیگید که چی میخواهید بگید و چی میخواهید بشنوید. در واقع یه جورایی دنبال اون هستید که طرف مقابلتون بعد از اینکه ظواهر یه مقدار کنار رفت و اون رو در بایست تو شکسته شد، بعد از یه ده دقیقه یه رو بیست دقیقه از گفتگوی شما گذشت که میتونه از آب و هوا و اتومبیل و مسائل شخصی شروع بشه، یواش یواش اون رو میکشونه تیم موضوعاتی که میخواید حرف بزنید و یه جوری میخواید اون رو تخلیه کنید که خودش هم ندونه و نفهمه و بعضی ها به این شیوه عنوان شیوهی مهمتری برای در واقع گرفتن اطلاعات اولیه معتقدن تا بعضی شیوهی دیگه که طرف خیلی با خودآگاهش و کوتاه بشه مخاطب. پس این هم سطح دومه. سطح سوم اون چیزی که تحت این عنوان حرف راجبش زده میشه چیزیست که یک کمی سطحش رو بالاتر ببری تحت عنوان اپیستمولوژی یا فلسفه علم یا فلسفه شناخت، اون تا شکل خاصترش چون اپیستمولوژی یا فلسفه شناخت اعم از فلسفه علم هست، علم هم یکی از انواع شناخته ولی خب شاید مهمترینش باشه و بیشترین بحثا رو این قسمت به خودش اختصاص میده. در هر صورت تحت عنوان که روش شما برای تحقیق چیست، گاهی افراد صحبت هایی رو مطرح میکنن که ما اونها رو تحت عنوان در واقع پارادایم شناسی های علوم انسانی اجتماعی میشناسیم. وقتی پارادایم شناسی شد به نظر من میشه اونها رو تحت عنوان فلسفه علم قرار داد و دیگه به عنوان تکنیک یا چیزی که در اون حوزه دوم مطرح میشه یمان میکنم نمیتونه بهش اطلاق کنیم. اگر چه گفتم که بین اینا یک واژه بالانس وجود داره. من از این قسمت اول شروع میکنم، قسمت اول یعنی قسمت انتهایی در واقع، و یه بحث رو مطرح میکنیم تا برسیم به ادامه. شاید راجع به قسمت دوم هم یه نکاتی رو که به درد این جمع ممکنه بخوره بگم. در مورد این که ما در علوم انسانی و اجتماعی چه روشی در پیش میگیریم، این سوال خیلی ساده ایه. من خودم این سوال برام خیلی جدی مطرح بود. من هیچ کتابی نخونده بودم که چنین سوالی درش مطرح شده باشه و جواب داده شده باشه، حتی در علوم طبیعی فراوان بود، ولی من وقتی که خواستم همین دو توی علوم اجتماعی در واقع اپلای کنم، حداقل در وهله اول من هیچ کتابی ندیدم. هنوز هم در زمان فارسی غیر از کتاب خودم کتاب تالیفی یادم نمیاد، چون که بوده باشه من نگیده باشم، عمدتا ترجمه است. سوال من خودم این بود که من میخوام یک کتاب جامعه شناسی رو، یک کتاب مردم شناسی رو، یک کتاب علوم سیاسی رو که معروف و معتبر هم بخونم و دقت کنم، نه دقت کنم ممکن مثلا جذاب هست یا نه، یا مثلا مثلا بهش خوندنی هست یا نه، یا چیزی من یاد میارم، میخوام اونا رو کاملا از ذهنم به چشمم بزنم دور، میخوام دقت کنم که این چه روشی رو در پیش گرفته برای این که منو متقاعد کنه که حرفای من درست. من با این نیت تا 20-25 سال کردی رفتم سراغ بسیار کتاب های کلاسیک در حوزه علوم اجتماعی و مثلا شاید براتون تجربه جالبی باشه که بگم کتاب معروف وبر اخلاق سرمایه‌داری که خوندم 75 صفحه متنشو خوندم تا به اولین گزاره‌ای برسم که میگم این گزاره‌ای است که ایشون به عنوان یک در واقع استیتمنت یک مقدمات مطرح کرده و بعد 5 صفحه بعد به دومیش رسیدم همینطور به صورت پراکنده. حالا بعد راجع به این موضوع که چرا علوم انسانی یک همچین وضعیتی دارن و نسبتشون با زبان و انسان یه صحبتی خواهم کرد. در هر صورت من این سوال رو به سادگی برای خودم مطرح کردم و فکر میکنم که خیلی اوریجینال بود و از درون ذهن خودم جوشیده بود. پیشتر از شاید یکی دو قرن قبلش این سوال رو فیلسوفان راجع به علوم طبیعی مطرح کرده بودن. البته آلمان علوم انسانی هم در همون زمان ها مثلا حداقل دوکیم در 1890 در این زمینه کتاب نوشته بود، ولی اینکه من میگم من به صورت اوریجینال براتون مطرح کردم، نمیخواستم سراغ کتابایی برم که مستقیما از این صحبت کرده باشن، یعنی کتابای روش
می‌خواستم خود کتاب‌هایی که به عنوان کتاب‌های معتبر این حوزه هست رو ببینم و از لابلای اون اینو استخراج کنم. و این کار دشواری بود. من 2 سال از زندگیم رو به این اختصاص دادم. و سعی کردم کتاب‌های خیلی متنوع و متعددی که توی حوزه علوم انسانی هست با این چشم بهشون نگاه کنم که چه ترفندهایی رو، چه وسیله‌هایی رو، چه ابزارهایی رو به چه شکلی مورد استفاده قرار میدن تا من خواننده رو به هم بباورونن که من حرف جدی دارم میزنم یا من حرف درستی دارم میزنم یا من حرف محتملی دارم میزنم. بعدن به این نتیجه رسیدم که یه تفاوتی بین علم انسانی و من علم انسانی که میگم با علم اجتماعی یکی بگیرید شما اینجا فعلا گرچه اون رو ترجمه که میانید چیز هست این ترجمه سوشال ساینس، من اینا رو فعلا مترادف به کار میبرم شما در این مورد سخت نمید. قبلا این رو میدیدم که اولا دانشمندان هیچ وقت فیلسوفان علم خوبی نبودن علال اقلا، شاید به همون شکلی که بسیاری از نقاشان مربی نقاشی خوبی نمیتونن بشن و همونطور که بسیاری از فوتبالیست ها هم لزوما مربی خوبی فوتبالیست نمیشن. شما میدونید کسانی که نمیتونن فوتبالیست خوب بشن ولی بعدا مربی خوبی میشن. این علتش اینه که دو سنخ توانایی ممکنه یه جاهایی توی افرادی هم جمع بشه ولی معمولا دو سنخ تواناییه، یعنی شما در یکیش باید بیایید بیرون بایستید. هر چقدر که درگیر اون ماجرای داخل باشید احتمالاً شانستون کمتره. اگرچه در داخل درگیر بودن یه توانایی خاصی شما میده که اگه تونستید داخل باشید و بعداً بیرون بیاید شما اونطوری برجسته میشید. یعنی اگه شما توانایی که یه فوتبالیست خوب باشید داشتید و بعد تونستید از اون هویت فوتبالیستی در بیایید و مربی بشید احتمالاً یه مورد خیلی خیلی فوق العاده از آب در میاد. همینطور هم مورد نقاشی یا چیزای شبیه به اون در اینجا هم همینطوره. اگر ما میتونستیم یه شیمیدان یا یه فیزیکدان تراز اولی داشته باشیم که بتونه از هویت دانشمندیش موقتا فاصله بگیره و بعد به اون کارش نگاه درجه دوم بندازه، وقتی تونستیم یک در واقع فیلسوف علم فوق‌العاده داشته باشیم که خیلی کم داریم الان. ولی در هر صورت فیلسوفا علاقه داشتن سراغ علوم طبیعی برن برای بررسی متدولوژی که اونها، ولی علوم اجتماعی جدی نمیگرفتن. از طرف خود دانشمندان علوم اجتماعی بعد از این مدت این ماجرا رو جدی گرفتن، یعنی احساس کردن که اگر فیلسوف ها مثل حوزه علوم طبیعی علاقه نشون نمیدن که بیان اینجا و متدولوژی این رو بررسی بکنن، اونا خودشون برای کار انجام میدن. و این کار تو حوزه علوم انسانی واجب‌تر بود به خاطر اینکه اگر هیچ کسی در حوزه علوم طبیعی هیچ فلسفه‌ای رو نمی‌نوشت فیزیکدان ها معطل ما نمی‌موندن، همون چیزی که معطل ما نبودن اون کار خودشون نمی‌کردن. یعنی فیلسوفا رفتن از اون دست دانشمندان نگاه کردن ببینن اینا چی کار میکنن و بعد باش یک روش شناسی مثلا فرض کنید که علوم طبیعی رو بنویسن. ولی حوزه علوم اجتماعی به دلیل اینکه پارادایم واحد وجود نداشت و رقابت بین دانشمندان وجود داشت، شما اگر ندین که توی روش چی کار میخوای بکنی حتی اگر کار درجه یکم عرضه کنی قابل دفاع نیست. یعنی اون کار درجه یک رو مثل این نفر که فرض کنید به طور طبیعی و با استعدادش یک کار هنری انجام میده، ولی اگه شما ازش پرسید که این چه سبکیه، از چی الهام گرفتی، تو چه کاتگوری میخوای ارزش کنی، هیچ کدوم اینا نمیفهمه نمیتونه پاسخ شما بده. بنابراین به نظر من در یه دوره رسید که هرچند اپیستمولوژی و فلسفه علوم تجربی چیز خیلی با پرستیژ تری است و خیلی بیشتر دوست دارن سراغش برن، ولی علمیه که بیشتر به جهت کنجکاوی و همون جذابیتاش جالبه، علمی نیست که خیلی مصرف داشته باشه. تقریبا میتونم به قوت قدرت بگم که هیچ فیزیکدانی نمیشه فلسفه علم بخونه و هیچ واحدی در این زمینه پاس نمی‌کنه، مگر حالا یه جاهای استثناء باشه تا اونجا که من دیدم و شاید اصلا اهمیتی هم ندن و شاید اصلا اون اذیتشون کنه. یعنی آمیخته شدن ذهن دانشمند که به صورت عادی رو دست استادش نگاه میکنه و تو آزمایشگاه در واقع به صورت
عملیاتی و وجود معمولا یک پارادایم، یعنی یک سرمشق کار انجام میده، اگر ذهنش به درگیری های در واقع علم شناسی آغشته شد، ممکنه برایش خطر داشته باشه، کار خوش نکنه، خوب انجام بده. ولی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی قضیه اینطور نیست. برای همین بود که از یه زمانی من نگاه کردم که بزرگان این علم یا این علوم هر کتاب می نویسن یه مقدمه روشی برایش می نویسن، یعنی گویی که کم کم یه چیز واجبی می شد. منی که مثلا ریمون بودون هستم، منی که مثلا فرتون که پیر بودیو هستم، احساسم که خواننده من کم کم حساس شده. یه اولش بگو ببینم که با چه متدی میخوای کار بکنی، سیستمت رو من عرضه کن و از اعتبارش دفاع کن. و بعد این از مقدمه کتاب ها بعدا عبور کرد و کسانی که در این حوزه قدرتی به هم رسوندن احساس کردن که باید یک کتاب مستقلی در این زمینه بنویسن. و الان من بسیاری از کسانی که در این زمینه حوزه مثلا انسانی شهرتی پیدا کردن میشناسن که در یکی از دوران‌های عمرشون که معمولاً رو به آخر بود، بسیار کسی که من شده کسی که در دهه 60 مثلا فارغ التحصیل شدن و در دهه 90 دوره مثلا سنین کهولت رو می‌گذروندن، در همین دهه‌های 80 و 90 هر کدوم یک کتاب در این زمینه حداقل نوشتن و اونهایی که ننوشتن دیگران برای اونها یک کتاب استخراج کردن. مثلا من به یادم نمیاد که وبر کتابی تحت عنوان داشته بوده باشه، ولی یه کتاب اینجوری من دیدم که ترجمه شده بود و فکر میکنم الان که دقت میکنم از سایر قسمت های کتاب اون استخراج کرده بودن، در صورتی که بعضی دیگر مثلا خودشون مستقلا مثل دورکیم در این زمینه نوشتن. اگه بخوام وارد اصل موضوع بشیم، اولین و مهمترین سوالی که در حوزه روش شناسی و علوم اجتماعی مطرح شد و هنوز هم این درد سر به قوت خودش باقیه، اگرچه شاید نه به اون ابهت و انبوهی که مثلا یه قرن پیش بود، ولی هنوز هم هست. این سوال بسیار ساده و شاید جواب بدم برای سوال شما بسیار ساده، که آیا علوم اجتماعی قراره به علوم طبیعی فرق بکنه از لحاظ روشی یا قرار نیست فرق بکنه؟ و پاسخ به این سوال دو تا پاسخ بسیار متفاوت و بلکه متعارض بود. اول از این طرف شروع کنم، چون بانه از بعدش هم یه معنا از این طرف شروع شد. همه شما میدونید که تا حتی قرن 17 هم که نیوتن کتاب خودش رو نوشت، اصلا تعبیر به نام علم وجود نداشت یا حداقل به این معنا به کار نمی‌رفت. خود اسم کتاب نیوتن هست فلسفه طبیعی یا طبیعیات، همون چیزی که در واقع ارسطو 2000 سال قبل اسم گذاشته بود. یعنی فیزیک یواش یواش خودش از بدنه دانش کلی جدا کرد، بعد شیمی یواش خودش جدا کرد، این تا رسید قرن 19 هم و به حوزه علوم اجتماعی. گویا برای مثلا فرض فیزیکدان ها یا شیمیدان ها مسئله در همون اول کار این بود که بگن آقا جون از اون روش های 2000 ساله دست برداریم. مثلا گالیله تمام همتش مصروف این شد که بگه که یا بخش عمده یا همتش که آقا جون زبان علم ریاضیات. چندین بار تکرار کرد که اگه میخواید دانشمند بشید باید ریاضیات بخونید و نگاه ریاضی به این دنیا داشته باشید. یعنی مشکل کسایی که دانشمند علوم طبیعی بودن این که آقا جون به قول گالیله گفت دست از تلسمات و عزایم بردارید، بیایید به تلسکوپ نگاه کنید، بیایید به محاسبات ریاضی رو بیارید. و تقریبا زود همینقدر جمع و جور شد. یعنی ما دیگه بعدش خیلی شاهد مشاجره ها و مناظره های در این زمینه زیاد نیستیم، انگار همه قبول کردن، همه پذیرفتن که علم تجربی یعنی مشاهده و محاسبه. خب ولی اگر قرن 17 قرن فیزیک بود و قرن 18 قرن شیمی بود و اواخرش اوایل قرن 19 قرن زیست شناسی بود، اواخر قرن 19 قرن علوم انسانی بود. یعنی البته اینا خیلی هم دقیق نیست، شما مثلا فرض کنید که اگر
آدام اسمیت رو مثلا پدر این اقتصاد بدونی، خب اونم قرن 18 ولی حالا باز اون نوع اقتصادی که اونها میگفتن بیشتر فرمول‌های کلی بود که زمان بیشتری میخواست به معنایی که ما امروز در نظر داریم به علم تبدیلشه که مثلا با زبان خاص خودش حرف میزنه. در هر صورت گویی اون سادگی نسبی که ما در فریادهای گالیله میبینیم و اشارات نیوتن و زود هم پرندش بسته میشه، اینجا به این آهتی نبود. یعنی یه دیگه که خب حالا ما چه جوری باید روش داشته باشیم، برای یه دیگه قضیه روشن بود، گفتن همون روش، همون روش. علم یه چیز بیشتر نیست. شما میخوایی جامعه رو بشناسی، میخوایی سیاست رو بشناسی، میخوایی نمیدونم فرسون که فلان، باید مشاهده کنی و محاسبه کنی. اگر بخوایم به عقب برگردیم، مثلا توی فیلسوف ها خود شما میتونید حدس بزنید که لابد باید انگلیسی ها به این سمت بیشتر گرایش داشته بوده باشن و واقعا همینه. یعنی از هابز بگیرید و بیاید سراغ کسی مثل هیوم، که هیوم به این قضیه بیشتر توجه کرد و به نظر من میرسه که شاید مهمترین شخصیتی توی تاریخ فلسفه مدرن که میشه بهش گفت که به این نتیجه رسید که فلسفه‌ای وجود نداره. یعنی فلسفه دانش بشری بوده که هر کس اومده تیکه‌ای خودش برای خودش رفته دکونه جدا باش باز کرده. اینایی هم که موندن مثل اخلاق، مثل انسان شناسی، مثل فلان، اینا همین کارو باید انجام بدن. و همینه که توی 18 و 19 شما این حرف واسه بعضی از فیلسوفان و گرایش به خصوص انگلیسی‌ها می‌کنی زیاد می‌شنوید که ما دنبال این هستیم که یک علم اخلاق، یک علم سیاست، یک علم جامعه شناسی مثل فیزیک داشته باشه. حالا این مثل فیزیک هم اینجا مسئله داره. بعضی وقت گفتن مثل فیزیک، واقعا تصورشون مثل فیزیک بود در این معنای حد اکثری، و خب به ضرور مشخص شد که همچین اتفاقی نخواهد افتاد به دلایل متفاوت. و اولین تفاوتش این که در خود فیزیک این اتفاق نیفتاده، ولی اشاره کانت. ولی بعضی به معنای حد اقلی گرفتن، به این معنی که آقا همون کارو باید بکنیم ولی ما تضمین نمی‌کنیم که همون نتیجه رو بده. مثلا شما میگی آقا جون توی یزد هم مثلا میتونی برنج بکاری، اما که توی شمال می‌کاری باید همون زمین باشه، همون آبم باید بهش بدی، ولی که محصولی که در میاد چقدره ما تضمین نکردم. اما این معنیش این نیست که شما مثلا اگه توی یزد داری برنج می‌کاری مثلا باید ورد بکنی به برنج تا مثلا در بیاد. نه، اونم همین روشه. اونم باید چخم بزنی و فلان و فلان، همون مسیر طی می‌کنی، اما من نتیجه‌ش برای شما تضمین نمی‌کنم. ما میتونیم نزدیک بشیم به اون وضعیت و به اون در واقع ایده‌آلی که در نظر داریم. بذاریم این مطلب اینجا برگرم یه اشاره بکنم، شاید بهتر مشه اونو تعیین کنیم برای پیشرفت موضوع. اگر ما بخوایم علم رو بشناسیم از دو خطا باید تعریف کنیم. یکی علم رو با کتاب‌های درسی چه توی دبیرستان چه توی دانشگاه اشتباه نگیریم، اون مثل نوک کوه یخ میمونه، یعنی ما رو راهزنی میکنه. یکی هم علم رو با تکنولوژی اشتباه نگیریم، هیچ ربطی به هم تقریبا نداره. برای اینه که خیلی از ما تصورمون اینه که بین فیزیک و جامعه شناسی خیلی اختلاف هست. نمیخوام بگم خیلی اختلاف نیست، خیلی اختلاف هست، ولی باید جنس این اختلاف رو بشناسیم. به توی ریاضیات علتش اینه که عموما ما فیزیک و شیمی و ریاضیات رو از کتابهای دبیرستان یا حد اکثر کتابهای دانشگاه میشناسیم. علم رو اگر ماهیتش رو بخواید بشناسید توی رساله های دکتری و توی کنفرانس هایی که دانشمندان میان لکچر میدن اونجا باید دنبال کنید، که معمولا ما هیچ وقت این کار نمی کنیم. یعنی عبور ما به اونجاها نمیافته. هیچ وقت ما ندیدیم که دو تا ریاضیدان بیان توی تلویزیون و مناظره کنن، در روی دو تا فیلسوف میان، دو تا جامعه شناس میان، و همه اینا باعث شده که ما فکر کنیم که همه ریاضیات مثلا به سرراستی مثلثات و مثلا هندسه فلان و یا جبر و حساب و مراحل مقدماتی اینها هستن. من دو سه تا نکته میگم که فقط برای خاطر بمونه براتون. زمانی که من دانشجو بودم دانشجو دکترا توی فرانسه، یه دوست داشتم که رشته ریاضی بود. توی رشته ریاضی ظاهرا باید یه مسئله رو حل بکنیم،
یعنی این نیست که مثلا بعد چند وقتی اینو دار مطالعه کنید گزارش نیست بدید، یا این مسئله باید حل بشه، یا حداقل شرح کار شما باید تلاشایی که کردید به حل نشدنی بودنش باید نشون داده بشه. دیدم ایشون خوشحال و خندان و گفت که مسئله هم حل شد، یعنی معنیش بود که خیلی زودتر از اون مقداری که بعد 3 سال 4 سال 5 سال کارش به انتها رسیده بود. رفت، من 2 هفته بعد دیدم ایشون رو، گفتم چی شد؟ سوپروایزرش یه آقایی بود 29 ساله که گفتم بود ریاضیدان اون حوزه‌های جنوب اروپا است به نام سیمسون. گفت سیمسون یه رو با پیپرم نگاه کرد و گفت حل نکرد، ولی یه هفته از دوتایی داریم بررسی میکنیم که کجا اشتباه کردن و نمیفهم. و ایزن همینشون گفت که یه آقایی 20 سال پیش از این 20 سال چه اون موقع یه ریاضیدان خیلی معتبر در مهمترین ژورنال ریاضی فرانسه یه مقاله نوشته و امسال یه نفر اومده یه مقاله نوشته 80 صفحه و اثبات کرده که اون مقاله اشتباه بود. ریاضیات این قسمت هم داره. من شخصا معتقدم که نیوتن که فیزیکی بود که در حق خیلی از انسان‌ها بدی کرد، حالا البته به معنای خیلی خاصی، من یه عمو داشتم این گفت که هر شاگردی خواستی بدبختش کنی، شاگرد منظور شاگرد مدرسه نبود، شاگرد مغازه، یک ماه حقوقش رو 2-3 برابر کن بعد اخراجش کن، این دیگه هیچ تخروج سعادت رو نخواهد، چون هیچ کس حقوق بهش نمیده و چون مزه این زیر دندونش رفته هیچ کار دیگه هم با هیچ حقوق کمتری قبول نمیتونه بکنه. این دقیقا کاریه که نیوتن رو انجام داد، یعنی در همون انفلان ابتدای این علم یه چیزی رو کرد که تمام مثلا بشریت از حیرت دهانشون باز مونده، یه سنگ قبلش نوشتن، حقا هم درست نوشتن که اینجا مدفن کسی است که تا خورشید طلوع خواهد کرد بشریت رو افتخار میکنه. ولی اصلا این طور نیست که همه یه فیزیک همین باشه. اگه خود نیوتن توی فیزیک نور به جایی رسید؟ نرسید واقعا، هنوز هم نرسیده. یعنی اون دوگانی که در زمان نیوتن وجود داشت هنوز هم به جای جدی نرسیده. هنوز کسی نمیدونه که شما این لامپ رو که کلید رو میزنید و اونجا روشن میشه توی این سیم چه اتفاقی میفته. هنوز کسی دقیقا نمیدونه که چرا ما میتونیم امواج مثلا ایکس و وای رو با ماهواره بفرستیم، ولی امواج الکتریسته رو یا خود الکتریسته نمیتونیم با امواج بفرستیم. البته خیلی نظریه در این زمینه هست، خیلی تحت دوش کردن، ولی اگه بگید در این زمینه ها ما یه قانون مثل قانون جاذبه عمومی یا چیزی شبیه به اون یا قانون بویل مثلا توی فضای بسته گازی داریم، نه نداریم. بله بله توری زیاد بسیده، هم در ریاضیات هم در فیزیک هم در شیمی قسمت هایی دارید. خیلی جالب بود، یاد رادیوی ملی NPR امریکا داشتم گوش میدادم راجع به این مسئله، بیماری چیزی بود داشت با چند تا مرخصی صحبت میکرد، یکی حرف خیلی قشنگی زد، گفت شنونده ما باید بدونه که ما در زیست شناسی خیلی چیزها را میدونیم و خیلی چیزها که هنوز نمیدونیم. به نظر من بهترین معیار ما برای سنجش این قضیه یکی از بیشترین ارتباطات ما ارتباط با پزشک. ببینید شما بیشتر پزشک برای بعضی از مشکلات شما یه راه چاره های خیلی مشخصی دارن، برای بسیاری هیچی ندارن. میگه این رو آزمایش میکنه ببینید شما جواب میده یا جواب نمیده، چه این قرص باشه چه جراحی باشه چه فلان، آزمایش میکنه ببین جواب میده یا جواب نمیده. اگر قرار بود که علوم دقیقه فیزیک و شیمی رو بعد برسید به زیست شناسی که خب متکی به این دوتا سوال زیادی، اگر این قرار بود اون تصوری که معمولا ما ازشون داریم وجود داشته باشه، ما انتظاری بیشتری الان داشتیم، هم از فیزیکدان ها هم از شیمیدان ها و خصوص الان حاصل اونها در یک فنی مثل پزشکی. البته منظورم قسمت تشخیصشه. حالا اینم اضافه میکنم که ما خیلی وقت علم و تکنولوژی اشتباه میگیریم، یعنی فکر میکنیم که این موبایل و تلویزیون و ماهواره و این موشک ها و هواپیما ها اینا محصول مثلا فیزیک و شیمیه. نه، نسبتی دارن اجمالا با هم دیگه، ولی اصلا این نسبت نسبت علت و معلولی نیست. تکنولوژی کار مهندس هاست و مهندس ها خیلی شد اصلا دانشمندان خوبی نیستن، که خیلی از دانشمندان مهندس های خوبی نیستن.
و مهندس کسی است که عمده کارش رو روی نگاه کردن روی همون تکنولوژی قبلی و آزمایش کردن برای یه چیز جدید. و چه بسه این آزمایش ها خیلیش هم در مقام حدس و گمان و فرض و واقعا این دو تا رو با هم مخلوط میکنه ببینید چی از آب در میاد. و علاقه ما خوب اینو نمیدونیم اینه که ما توی رستوران تکنولوژی هستیم، توی آشپزخونه نیستیم. شما اگه برید توی آشپزخونه تکنولوژی، مثلا برید توی آشپزخونه سونی یا مثلا فرض کنید نام جنرال موتور، این دنیایی برای خودش. همین فیلم این آقای جابز رو، این کتاب مدیریت اون، همون نسبت این مدیر به این مهندس رو نگاه کنید، میتونید اون حس بزنید که دنیای پیچیده ایه. یعنی چه بسا یه مهندس سالها مثلا یه فردیت رو پیش مطرح میکنه که یه چیز جدید بسازه، موفق نمیشه، بودجه مصرف میکنه، به نتیجه نمیرسه. یه چیزی ممکنه ده ها و صد ها بار شکست بخوره و باز دوباره با حدس و فرض و گمان اینها رو مخلوط میکنن و هم ترکیب میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، چی جواب دادن. تکنولوژی عمدش به اینه، منتها چون روی تجربه انباشته شرکت های خصوصی متکیه، در مجموع یه روندی روی رشد همیشه داشته. اما که بله، جاهایی هست که ما داشتیم یه نظریه خاصی توی فیزیک و شیمی میتونسته به یه اختراع خاصی هم مستقیما برسه، ولی این اصلا قاعده نیست، بیشتر استثناست. این دو تا حوزه متفاوتن و تکنولوژی ابزاریه که به شما توانایی بیشتر میده. حالا ممکن تکنولوژی ممکن نه ابزار باشه، مثلا ما میگیم تکنولوژی آموزش، یعنی به شما یاد میده که چجور بچه‌ها درس یاد بدید که موفق تر باشید. علم چیزی که شما میگه الف به به شما دانایی میده نه توانایی. حالا این تکو داشته باشید، اگه این دو تا تکو داشته باشید، اون وقت میتونید بگردید به سوال اصلیمون که چرا یه عده پاسخشون به این پرسش که متدولوژی علوم انسانی و علوم طبیعی یکی از دو تا گفتن یکی. چون گفتن اینجا هم بحث بر سر اینه که یه چیزی هست که قرار ما بشناسیمش، برایش هم که مشاهده کنیم و اگه میتونیم اندازه گیری کنیم. بسیاری از افراد از این نالیدن که چرا ما الان هر کسی توی شیمی یه نظر نداره، ولی هر کسی توی جامعه شناسی یه نظر داره. به نظر من این استدلال بخشش درست بود، بخشش درست نبود. یعنی باز همون نوک قله یخ بهتون گفتم توی اون علوم دیده میشد و این طرف هم برعکسش، ولی در هر حال نهضتی به وجود اومد که یه عده دنبال فیزیک اجتماعی بودن. شخصی به نام کتلر از جامعه شناسای قرن 19 فرانسوی و خود آگوست کونت و حدی، و این کتلر شروع کرد به همین شیوه هایی که الان هم مشهوره، یعنی جدول درست کرد و اندازه گیری کرد، شروع کرد امتیاز دادن، شاخص بندی کردن رو در مورد مثلا حتیش این بود، گفت که ما میخوایم میزان فرهیختگی یک خانواده رو، یک پدر رو، یک خانواده رو بسنجیم. میگه که من میام ترازنامه مخارج اینا رو میگیرم، میگه من میفهمم که خانواده‌ای که 40% پولش رو خرج کاباره میکنه یه خانواده بی فرهنگه. اونی که 40% این پولش رو میذاره برای موزه، میذاره برای سینما، میذاره برای تئاتر، با این فرق میکنه. اصلا خب این یه چیز خیلی کلیه، ولی مهمی بود که کتلت میخواست بگه که ببینید اینجا ما با عدد و رقم کار داریم و میتونیم به نتیجه برسیم. به هر حال این ایده خیلی ها بود، مهمترینشون دورکیم بود که جمله معروفی داشت که این جمله هنوز هم مورد بحثه. دورکیم در مورد گفت که با پدیده اجتماعی باید مثل شیء مواجهه کنیم، و هنوز این در کلاس های جامعه شناسی بس که منظور دورکیم از این حرف چی بود. اگر این حرف بخواید حداکثری معنا کنید، معنیش اینه که علل اصول بین انسان ما مثلا فرض کنید که نیتروژن یا هیدروژن یا مثلا کربن فرقی نیست، خب این برای ما فعلا قابل قبول نیست. اگر بخواید حرف به معنای حداقلیش بگیرید، معنیش اینه که ببینید
در جنس بعیدشون یه چیز هستن و بنابراین در مورد بررسیشون هم باید همون روش رو کار بگیری، ولی معنیش اینه که به همون نتایج میرسی. یه مثال ساده بخوام بزنم، شما به عنوان یه مغازه دار هر کس میاد تو باید لبخند بزنی، بهش احترام بذاری، هدایتش بکنی، ولی همه اش تا جنس نمیخرن چون که نمیدونی چه اتفاقی میفته. چه بنابراین هر جنسی در مقام دانشمند شما عرضه میکنه، شما با یک شیبه خاص باید با مواجه بشید، یعنی که اون از زیر دست شما به چه صورتی بیاد و چه نتیجه بده اون رو ما تعیین نمیکنیم. پس تفسیر حداقلی از سخن دوکین که خود وبر به صراحت در مقابلش موضع گرفت در همون زمان و گفت نه چنین چیزی امکان نداره، ولی خیلی معتقدن که این حرف رو به معنای حداقلی کلمه بگیرید، معنیش اینه که تو وقتی با یه انسان برخورد می‌کنی، با جامعه، با فلان فلان، فکر نکن که یه پدیده به کلی متفاوته. مثلا اون چیزو باید می‌رفتی در احوالش مشاهده می‌کردی. فرض کنید مثلا اولین باری که یه آزمایش فیزیکی خاص انجام بشه، ببین هر دانشمند خطور می‌کنه، اون آزمایش باید در سطح دریا، روی کوه، توی منطقه سرد، توی منطقه گرم، رطوبت فلان، همه جا آزمایش می‌کنه که آیا این متغیرها تغییر تو ایجاد می‌کنن یا نه. خب تو مثلا همین حرفو می‌زنه. دوکن همش همین بود. خب من که میگم با این موجودات باید مثل شی رفتار کرد، یعنی همون دقت نظر، همون عینیت که باید به کار ببندی رو اینجا باید به کار ببندی. یعنی خواستم ببینم که جامعه چطوری، هم با جامعه آفریقایی ببینیم، هم جامعه آمریکایی باید ببینیم، هم فقرا رو، هم ثروتمندا رو، هم نسبتاشون رو، ببینه قانونیتون درگیری یا نه که همه گیر باشه. یه مدتی این قضیه به همین کیفیت پیش رفت و خب یه تلاشی هم میزن یه صورت گرفت، از جمله مهمترینش خود کتاب خودکشی دورکیم بود که هنوز هم برای خیلی ها یک نمونه آرکیتایپ هست در واقع. یعنی دورکیم کسای نادری هست که هم کتاب در این زمینه نوشت، هم کتاب علمی رو بر اساس اون متد تولید کرد، هر دوتاش. کتاب خودکشی برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی حکم انجیل متدولوژی که اون اجتماعی رو گرفته خودش، یعنی این که با پدیده اجتماع و پدیده های اجتماعی و انسانی باید مثل شی برخورد کرد، یعنی رفت در احوالشون تأمل کرد، اون تأملات رو یادداشت کرد، اونا رو حتی امکان اندازه گیری کرد و بعد با سنجش اونها قوانین رو صادر کرد و استخراج کرد، این برای خیلی ها حرف مقبوله قرار گرفت. ولی همزمان مخالفت هایی هم وجود داشت، این مخالفت ها پررنگ تر شد و پیش اومد و کم کم به صورت دو تا اسکول که در مقابل همدیگه قرار میگیرن، مشخصا توی آمریکا مکتب کلمبیا و مکتب شیکاگو روبروی هم صف کشیدن و اینها حرفشون همین دوگانه بود که ایشون بهتون گفت. یکیشون گفت که ما وقتی به بحث انسان و اجتماع میرسیم با پدیده‌ای به نام عقل، درک، احساس، اراده و هر چیز دیگه که میتونه اینا رو تحت تاثیر قرار بده روبرو میشیم، که اینا هیچ کدومش در دنیای مادیات در واقع مستقل از ما، جهان خارجی وجود نداره. بنابراین این خیلی حرف اشتباهیه. تو با انسان برخورد میکنی، انسان عقل داره، تصمیم میگیره، عاطفه داره، تحت فشار قرار میگیره، به هیجان میاد و بعضی دانش دارن، بعضی دانش ندارن، فرهنگ های متفاوت، اصلا هیچی، مطلقا یه دنیای متفاوته و هر تصوری از که باش مثلا مثل یه قطعه ماده برخورد میکنه کنار بذار. این طرف از سوالش این بود که خب در این صورت اولا که روشش چیه اگه اون نیست، آیا همون روشی که در قدیم وجود داشته؟ خب پس به این معنا و پیش را پیش بپذیریم که علوم اجتماعی شکست خورده، چون که روشش بخواد همون روش تأملات عقلانیه معمولا انتظاری باشه که توی فلسفه ما 2500 سال سرجامون ایستادیم. به قولی که از بزرگان غرب آقای وایکت که تمام تاریخ فلسفه غرب حاشیه است برای کتاب افلاطون، علوم اجتماعی هم به همین سنت خوان دوچار بشن که ما خیلی برد نکردیم.
ولی در هر صورت این چالش توی ریزکاری های خودش هم ادامه پیدا کرد و هنوز هم شما مقالات و کتاب هایی که از نون استیمشه راجعه موضوع سراغ دارید. من سعی می‌کنم یه جمع‌بندی راجعه این قضیه بکنم و نظر خودم رو هم بگم، چون خیلی نمیتونم توش متوقف بشیم. ببینید، تصور من اینه که این که پوزیتیویست و تجربه گرایی به یک نوع لیبل نچندان معتبر تبدیل شد، این یه چیز دیسکورسیه، یعنی از نظر من چیز تبلیغاتیه. ولی واقعیت قضیه اینه که ما از علم هر چی داریم از همون بخش تجربیش داریم، البته به معنای پیچیده‌ای که فیلسوفان علم گفتن. ولی ما حاضر نیستم وارد این بحثو بشیم. خیلی متعلم تجربه رو معنای سادهش نبرید، معنای ساده اگه بگیرید اصلا خود علم جدید که ظهور کرد تجربی نبود به معنای ساده کلمه. ببینید، شما وقتی که نگاه میکردید خورشید دور زمین میچرخید، نه زمین دور خودش، درسته؟ پس تجربه اونا نشون میداد. تجربه معنای خیلی پیچیده تری باید میگرفتید تا بفهمید. یعنی تجربه به معنای به اضافه این مقادیر زیادی تخیل نوبوغاسا. چیزی که میگه با فرستون که خورشید ایستاده زمین دور خودش میچرخه، ما اون ممکنه به نظر اون بیاد. تجربه معنای ایستاده کلمه نیست، تجربه ترکیب شده با خلاقیت عقلانی نوبوغاسا. خب من خیلی حرفای دیگه راجع به تجربه زدن توی مثلا نیم قرن گذشته که تجربه رو از معنای ساده قدیمیش که همسال بیکن و این هم گفتن خیلی خیلی به در برده و خیلی در یک اینتر اکشن تقریبا متوالی قرار افتاده با عقلانیت. ولی به همون معنای پیشتر در نظر بگیرید، هر چی داریم از همین داریم. و توی علوم اجتماعی انسانی هم اولا تجربی بودن رو یه نوع سیاست من هاتون رو سیاست دومن شاید بس اشاره بکنم. با ریاضی کمی بودن نمیشه یکی گرفت، در حالی دوکیم هم اینطور نبود و در ریاضی رو پیدی کم اینطور میبونه، همه چیز با هم کمی نیست، قابل تفسیر کمیت نیست. بحث بر سر اینه که شما در یک موضوع جامعه شناختی اگر خواستی به شیوه تأملات انتزاعی رفتار بکنی، هم به موضع‌گیری های ایدئولوژیک نزدیک میشی و هم این که سخن شما معنیش های اختلاف نظر خیلی زیاد میشه. نه اینکه اگر جور دیگه رفتار کنی نمیشه، همچون اون اختلاف نظر بین شیدان ها سیدان ها هست، ما ازش غافلیم. ولی بحث بر سر اینه که ما میتونیم همونطور که از قرن 18 هم روی این قضیه تحقیق کردن، تصور این باشه که تا جایی که میتونیم موجودات اجتماعی و انسانی رو به مثابه یک شیء که باید بررسی علمیشون کرد بهشون نگاه کنیم و هر چقدر که نتونستیم ابراز کنیم که در اینجا ناتوانیم. خب البته خیلی ها نمیتونیم و این ناتوانی که هم توی اشاره کردم، هم در تکنولوژی، هم در علوم حیاتی، هم در علوم شیمی فیزیکی، در یه جایش وجود داره، نه در اون قسمتی که برامون معمولا شهرت پیدا کرده. بنابراین اگر این تصور ما داریم که چون اختلاف نظر تو شیوه های کمی هم وجود داره پس اونا نمیتونه مشکل گشا باشه، این حرف دقیقی نیست. بله مشکل اونجا وجود داره، ولی به نظر میاد اونجا بیشتر بیسی وجود داره که شما بر اساسش میتونید ادعا داشته باشید. ببینید، بر همین اساس من الان این برای شما ادعا میکنم که روانشناسی برخلاف اون که بین عموم افراد مشهوره، علم تر از جامعه شناسی، چون بیس تجربه قوی تر داره، چون فیزیولوژی دستشه، چون شیمی مغز دستشه، و که جامعه شناسی چون این ابزارها رو نداری. خیلی ساده به نظرم اون میتونه ادعای علمی بودن بیشتری منهای تجربه کلم بکنه. الان وقتی میشه شما عاشق شدی، من هم یک مثلا الکترود بکنم به عصبت و این منحنیشو میبینم، هم خونه تو مثلا میام و ترشحات مختلفی اندازه میگیره و میگم به شما که عشق شما معنی مثلا فیزیولوژیکش یا معنی در واقع عصبی عصب شناختیش یعنی چی؟ توی جامعه هست انقلابشن تبدار نداریم شما.
خب پس علوم از این لحاظ هم متفاوت هستن و روشان لحاظ با هم یا در واقع پارادایم ها با هم متفاوت هستن، ولی به نظر میاد که میتونیم یک حوزه رو ما اینجا علل اصول تقویت کنیم، اگرچه خب گفتم این دوگانگی پارادایمی وجود داره. و اونم این که ببینید یه بحث هستی آقای مشهور به نام سلوکین که از جامعه شناسی مشهور میانه قرن بیستم آمریکا شروع کرد، اون حرف مهم میزد که اون حرف مهم رو ما هم باید بدونیم و گفت که بعضی ها دارن علوم انسانی رو تبدیل میکنن به چیز که مثل گوشه بود نومرولوژی و کانتوفرنی، یعنی در واقع مثل علوم مثل جفت و رمل و استرلاب اینا هست، یعنی ترجمه باید ازش بکنیم و مسخره میکرد و حق هم داشت. و همین الان هم کسایی هستن که ببینید انبوه از داده ها رو میده کامپیوتر، انبوهی از داده ها رو، چون اصلا فکر کنید که یک مجموعه قوی جمع آوری کرد مثلا از یک جامعه دیگه میره کامپیوتر ولی نمیدونه چی کارش خوب بکنه، نقشه نداره، یعنی فکر میکنه که داده های مفصل و دقیق کمکش میکنه، به خودی خود کمکی نمیکنه. یعنی شما اگر توی بحث های علوم انسانی نقشه نداشته باشی، نقشه یعنی فرضیه، به معنای دیگه یعنی پارادایم، به معنای دیگه یعنی که حد فرض گما با اوناست که شما میتونید مثلا از کامپیوتر جواب بخواید. تو این خیلی وقتا انبوه از فرضیات به کار میذاری، جواب نمیگیری. آقا میخوام تاثیر این متغیر رو بر اون متغیر، تاثیر این دو متغیر رو بر اون، نسبت مثلا این متغیر با اون در تغییراتش با این بسنجم، چطور جواب نمیده؟ مشکله. بنابراین این که بعضی فکر کردن، من خودم میتونم اواخر مثلا مجله سراغ داشت کردم که توی حوزه علوم اجتماعی اگه مقاله جدول دار بهش نمیدادی چاپ نمیکرد. خب این در واقع اقراق ها، یعنی علم یعنی ریاضیات، یعنی من تصور گالیلئی از علم که در زمان اون چیزی جالبی بود ولی حتی همون موقع بازی کل فیزیک شیمی مساق بدانه میشه چه بسه به الان. این انتقاد انتقادی به جایی، ولی این انتقاد معنیش این نیست که پوائن بدیم به نفع اون جریانی که به یک دوالیسم معتقده و فاصله بین علوم انسان و غیر علوم انسانی رو یک شقاق پر نشدنی میدونه. ببینید تفاوت وجود داره، مثلا تفاوت از جنس یا سنخ نیست، گونه نیست، تفاوت به درجه است. یعنی هر دو جا شما پدیده رو باید اینجوری چشمت و مشاهده کنید. مثلا مشاهده همونطور که توی خود فیزیک وقتی ماکرو باشه و میکرو باشه و میانه باشه سه جور مشاهده است که در بعضی مواردش ما حتی دلیل قویی هم نداریم. ما باید فکر کنیم که مثلا همه مشکلاتی که گالیله و نیوتن داشتن با کلیسا داشتن، اصلا قضیه اینطور نبوده، خیلی حرف اون حرف علمی بود. گالیله خیلی عصبانی بود که بعضی از دانشمندان فیزیکی تلسکوپش نگاه نمی کنن، ولی اون میتونست ادعای علمی بکنه که تو چه تضمینی میدی که من این که دارم میبینم واقعیت باشه؟ تو مگه غیر اینکه انبوهی از عدسی ها رو پشتم ردیف کردی و من این چیز که با چشم من میبینم اون نیست، یه چیز دیگه نشون میده، چه تضمینی هست؟ یعنی دست کم اول باید توضیح برای من بدی که من واقع نمایی رو قبول کنم. ما همین دراجه میکروسکوپ رو نمیداشته باشیم، الان یه سوال جدی مطرح نمیکنه. ولی واقعیت قضیه اینه که حتی مشاهده در دو سه سطحی توی یه علم خاصم معنای ساده‌ای نداره. طبیعتا مشاهده در جامعه شناسی هم معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه، ولی بحث بر سر اینه که شما با واقعیت باید رو در رو بشی، یعنی لمسش بکنی و بعدم شروع کنی تا اونجایی که امکان داره به تنظیم اینها بر اساس امکاناتی که حالا میتونه فرمالیزاسیون باشه، ریاضیات باشه، مثال اینها. البته خیلی وقتا هم نمیشه، اشکالی هم نداره، ولی این طرف برامون صورت میگیره. پس ببینید این کلیت من ازش خارج میشم و یه نگاهی میندازیم به پارادایم های علوم انسانی که نمیتونم بگم کاملا نسبت مشخصی با این دوگانه پیدا میکنن، ولی حالا نسبتشون هم اشاره خواهم کرد. ببینید اینجا همون بحث چگونه کارتون پای انجام بدی
یه شکل دیگه این معنا میشه، به این معنا که اصلا موضوع کار تو چه وجهی از چه چیزی هست. ولی بازم همونه، یعنی باید توی این حوزه گنجوندش که روش شما چیه. و این پارادایم هایی هست که به اشکال متفاوت ما میتونیم اینها رو بچینیم توی علوم انسان. یه پارادایم که شاید از همه اینا مسن‌تر باشه به دلیل علمی بودنش، یعنی به دلیل اینکه از درون جنگ و دعواهای قرن 17 هجری بیرون اومد، همون تصوری بود که امثال هابز و اینها داشتن و شاید نهایتش برسه به کسایی که امروز روانشناسان تکاملی دانسته میشن یا خیلی از شناسای طرفدار وراثت و ژنتیک و اینها. سخن اینا این بوده، من ها انشالا اون زیربنا رو بخوام بسنجیم چیه که بر اساس اون که منو بسنجید خیلی تفاوت بکنه. پس یه دی این بود اساسا بین من انسان در حالی که کار اقتصادی میکنم، احوال روانشناختی دارم، احوال اجتماعی دارم، احوال سیاسی دارم، با دوتا ماده شیمیایی که با هم ترکیب میشن یا یه مثلا پدیده حرکت در سطح شیبدار که بلازه فیزیکی ما میخواییم که نگاه میکنیم، یا مثلا سیالات مثل بارون، فشار هوا فلان، علل اصل به این تعبیرم دقت کنید، علل اصل فرقی نیست، یه چیزی داره یه جایی دیگه حرکت میکنه، اینم به خودش میبره. بنابراین شما اونو باید بشناسید تا اینو بشناسید. مثلا فرض کنید که توی فیزیک ما میگیم که اون چیزی که مثلا دارید حرارت جنبش مولکولیه، دقت میکنید. بر همین اساس دورکیم ما گفت که اون چیزی که مثلا خودکشی یه بروز بیرونیه از یک واقعیت هایی که در بدنه شما داری میره. خب یه دانه در مقابل این گفتن که اصلا اینطور نیست، وقتی با انسان رو میشیم با یه پدیده به نام عقل و اراده مواجه میشیم که این اون موجبیت رو از بین میبره. اون موجبیت الگه بیرونی از بین میبره، ولی هستن کسان که در همین مورد هم در واقع قائل به نوعی قدرت پیشگویی برای شما رفتارهای منظم انسان هستن. همین قاعده راجع فرهنگی هم به پابسته شد، یعنی یه گفتن که بله یه چیزی هست که حرکت میکنه و شما در واقع عروسک خیمه شب‌بازی روش هستید، منتها اون چیز زیر فرهنگی، یعنی فرهنگ مشخص میکنه که علت هستی که ما چه رفتاری داشته باشیم. یکی دیگه گفت عقل مشخص میکنه تصمیم، یکی دیگه گفت اقتصاد مشخص میکنه، یکی دیگه گفت اجتماع مشخص میکنه. برای این اساس ما میتونیم چهار نوع جامعه شناس داشته باشیم که همه معتقدن که رفتارهای ما در اجتماع ظاهری از در واقع اون چیزی که فکر می‌کنیم نشون میدن، از یه جایی اینها ایجاب شده است. ببینید من یه مورد کوتاه رو این سه چهار تا انجام میدم. مشکل کسانی که از عقلانیت دفاع می‌کردن، مثلا آرون در نسل قبلی یا بودون در همین نسل فعلی، این بود که عقلانیت تعریفش چیه، یعنی چیه که من و شما و ایشون باید یه جور بفهمیمش، یه جور اجراش بکنیم. خب مثلا فرض کنید که هندی ها قرصای ضد بارداری میدن توی جو و استفاده نمی کنن. خب آقای بودون میگه که اونا عقلانیت خاص خودشون رو دارن. خب اگه عقلانیت رو جوری متعریف کنیم که هر کس عقلانیت خاص خودش داشته باشه، عملا ما میگارمون از دست دادیم، در واقع همون فرهنگ میشه اینجا. حالا اگه عقلانیت رو بخوام تعریف کنیم، وقت باید این چیزی باید تعریف کرد که یه حجم گسترده‌ای از رفتارهای ما رو پوشش بده. از اون طرف کسان مثل دورکیم که تحولات اجتماعی نیه، شما این معنی اخص کلمه هست، یعنی نه اقتصادی نیست، روانشناختی نیست،
به معنی که ایشون گفت یعنی اون سوسیولوژی اصالت جامعه شناسی، یعنی پدیده اجتماعی رو با یه پدیده اجتماعی دیگه باید توضیح بده. اون سخن ایشون خب اونها با مقاومت‌های زیادی روبرو شد. یه آقای به نام بشیری کتاب نوشت به نام خودکشی کنندگان در نقد کتاب دورکیم، گفت من اول کتاب خودکشی دورکیم رو خوندم به نظرم کومیک اومد، کومیک اومد یعنی خنده‌دار، ولی حقش این بود خودکشی یه پاسخ عقلانی به یه مشکل اگزیستانسیاله. عقلانه من عاقلانه عقلانه محاسبه شده که تو داریم که یک جریان های خودکشیزایی در بدنه اجتماع میاد بروزش مثلا مثل همین چی ما به عقل انسان ها باید اینجا اهمیت بدیم و انتخاب اونها. خب از اون طرف بحث مردم شناسی هم بود که بچه فرهنگی ما جالا قدیمی دید، یعنی میگفت که نه اون امور اجتماعی نه اون عقلانیت محاسبه گر، بلکه ارزش های اجتماعی که شما باش بار اومدی. که خب اون هم انتقادی بهش میشه اینه که پس چه اتفاق میفته که در دنیای فرهنگ ما آدمای متفاوتی میبینیم، حتی اگه اکثریت رو یه جور تربیت کنه یه اقلیت هم یه جور دیگه تربیت میشه. و همینطور در مورد مارکس و اون بحث اقتصادیش و طبیعتا همه شما به این نتیجه خواهید رسید که قاعدتا حرف حساب در یه ملتقایی از اینها خواهد بود. ولی چرا اون حرف حرف خیلی جذاب و جالبی نیست؟ به سادگی همین دلیل خیلی حرف جذاب و جالبی نیست. یعنی شما باید حرفی بزنید که مشهور بشه و پرطرفدار بشه و مورد چالش قرار بگیره، باید حرف لبه‌دار بزنید. اگه حرف معقول معتدل ترکیب شده زدید شانس رو کلا از دست بدید. خب اینه که یکی میاد میگه که من میگم فلان و میره تا ته اون خط، میگه من میگم فهمات ته اون خط، چون این حرفا لبه‌دار میشن، نکتیز میشن و خاصیت جنجالی پیدا میکنن. ولی واقعیت اینه که در شناخت یک امر انسانی اجتماعی هم عقلانیت دخیله، هم فرهنگ دخیله، هم اقتصاد دخیله. البته طبیعتا میشه فهمیدش هر وقت که میشه موضوعات متفاوتی رو بین اینها به انواع متفاوت توضیح و تقسیم کرد. یعنی مثلا وقتی قرار شما یه پدیده مثل رابطه افزایش سواد و خشونت یا افزایش رفاه و خشونت رو بسنجید، این یه رابطه ساده تریه، یعنی با یک روش پیمایشی در واقع جدولی راحت میتونید به این برسید و خیلی هم مشکلی پیدا نمی‌کنه و با قاطعیت هم میتونید بگید که همیشه و همه جا به تناسبی که متوسط سواد و متوسط رفاه افزایش پیدا کنه امکان خشونت کاهش پیدا کنه. ولی بحث به این رسید که چرا یه جامعه مثل ایتالیا یه زمانی حرف اول رو میزد توی اروپا ولی الان نه، یا ایران اگه بخواد توسعه پیدا کنه مدارهای توسعهش کدومه؟ روی کشاورزی سرمایه گذاری کنه؟ روی مثلا فلان؟ اینا سوالای خیلی ساده ای نیست، اینا با پیمایش انجام شدنی نیست. این ممکنه مثلا فرض کنید که با روشهای ترکیبی تری و با حوصله بیشتری و با احتمال خطای بیشتری در هر حال مجبور باشیم اشتباه بکنیم. آقای افشاری داریم؟ بسیار خب. پس ببینید از یه حیث من این تقسیم بندی رو انجام دارم برای شما که گفتم عواملی که ما رو به سمت کار میرونن چی هستن. این یه نوع روش شناسی میتونه باشه به این معنا که شما وقتی که پدیده اجتماعی رو دارید بررسی میکنید تصورتون باشه که پدیده اجتماعی مجموعه محاسبات عقلانی آدمایی که دارن اون شرکت میکنن، حالا در واقع اکستریمش دارن، یا نه پدیده ایست که اصلا از عقلانیت آدم ها تک تک آدم ها جداست. خب حالا اگر از عقلانیت تک تک آدم جداست باز چند قسمت پیدا میکنه؟ به فرهنگیشون برمیگرده یا به طبقه اقتصادیشون برمیگرده یا به تحولات اجتماعی برمیگرده؟ اینا هم هر کدوم برای خودش اینو نگرش داشته که هر کدوم نمایندگان خودش رو داشته و داره. حالا از یه منظر دیگه باز میتونیم اینها رو بپرسیم که آقا جون روش شما توی کار چیه؟ مثلا میتونیم بگیم روش شما علیه یا فانکشنال مثلا نگاه میکنیم،
یعنی وقتی میخوای چیزی توضیح بدی، مثلا انقلاب ایران رو، توضیح علمی عبارت از اینکه علتش چی بود، چی شد که اینطور شد، یا توضیحش اینه که میگه به چه نتایجی رسید. خب البته ما به صورت عادی همواره تصور میمونه که اکسپلنیشن معنیش اینه که یا تبیین بگو علتش چی بوده، ولی یه دیمونه نه بوده اصلا علت یه معامل متافیزیکیه. یعنی چی؟ ما اصلا تو علم علت نداریم، ما توی تجربه علت نمیگیریم. نخواهم میگم همین رو قبول کردن، ولی یه دیمونه حداقل در یه شکل افراطی اینو گفتن و همین باعث شد حداقل در بعضی قسمت ها ما کسایی داشته باشیم که اینا فانکشنال برخورد کردن. گفتم تبیین یه پدیده یعنی اینکه به چه کار کردی کمک میکنه. مشال علت ها رو نتونیم پیدا کنیم، اهمیت هم برام نداشته باشه. و اتفاقا علم با پیشبینی تحکیم میشه. بنابراین ما میایم برای ما میگم آقا توضیح پدیده اجتماعی یعنی نشون دادن اینکه کجاها این به کار میاد. یه تقسیم بندی هم وسط این ماجرا اومد به نام ساختارگرایی. ساختارگرایی توضیحش خیلی سخته، من خیلی سادهش میکنم برای شما. خب این مطمئن باید ببخشید من از این بابت. ساختارگرایی در معنای سختش احتمالا هیچ معنایی نمیده، چون کسی نفهمید که بر بقیه بیاد بگید. در معنای سادهش هم همون سیستم علیه، منتها به شکل شبکهی و پیچیده. ولی بخاطر که به این بسنده نکنم دوتا میکلیری ها میگم. در یه معنای ساختارگرایی که بعضی از شیبه های مثلا لوی استروس نسبت میدن، ببینید یک شبکه‌ای در واقع هندسی ترسیم میکنه که نشون بده مثلا اگر توی یک قبیله رابطه مثلا خیشی جوریه که به مثلا دایی بیشتر اما اهمیت میده، و توی تقسیم ارث هم مثلا اینجوری عمل کنه، و این دو ساختار رو هم تطبیق میکنه. این اولا اثباتش خیلی چیز دشواریه و خیلی چیز جالبی هم نیست. نهایتا مثلا چیز دیگه که از اون کپی کردن، اون حرفی که یکی از جامعه شناسان راجع به رمان میزنه، یکی ژانر رمان یه تشابه ساختاری داره با ژانر جامعه بورژوازی، همونطور که ژانر رمانس داره با جامعه فئودالی. اینا روی هم کپی میشن. یا مثلا یک جامعه شناس دیگه ادعا میکنه که بین تقسیم بندی های معماری توی کلیسای گوتیک و تقسیم بندی های فصول و بخش ها توی کتاب های قرون وسطایی تشابه ساختاری وجود داره. حالا اگه بر این مبنا و معنا بشه کار زیادی کرد من خیلی نمیدونم، ولی یه معنای ساختارگرایی اینه. یه معنای دیگه ساختارگرایی هم که به شدت با مسائل سیاسی و ایدئولوژیک ترکیب شده و به شدت به اون نظریه تئوری توطئه رفت پیدا میکنه و بحث آگاهی به عنوان یک اصطلاح امتیاز فوق‌العاده از توش بیرون میاد و بنابراین بیشتر که بحث روشن بحث علمی باشه و متدیک باشه یه بحث روشنفکریه، اینه که به شما میگه که آقا جان یک ساختارهای کم و بیش پنهانی در کاره که در اونجا منافعی وجود داره و تصمیم‌های گرفته میشه که وقتی میاد توی بدنه اجتماع در قالب قانون، در قالب اخلاق، در قالب ارزم به حضور شما آیین نامه، در قالب سنت، شما تصورت اینه که مثلا دانشگاهی وجود داره، اداره‌ای وجود داره، دادگاهی وجود داره، همش بازیه. یه جایی هست اونجا منافعی تقسیم شده و بر اساس همون منافع هم یک زیرکی هایی وجود داشته و از همونجا شروع به انتقاد پیدا کردن به سیستم قانونگذاری، سیستم قضاییه و همطور میاد تا معلمایی که خودشون نمیدونن دارن فکر کنن سنت مثلا جامعه رو تدریس میکنن، ولی دارن منافع بنده‌ای که توی لابی فلان جا نشستن و مثلا بازرگانای فلان کالا آشیز میکنن، ما داریم با هم دیگه بند و بست میکنیم دیگه. و بنابراین برای شناختن جامعه باید ساختارهای پنهان رو بشناسی، یعنی بشناسی که توی لابی های بین مثلا طبقه اقتصادی و سیاسی چه میگذره و بعد رد ماجرا رو از اینجا بگیری، مثل سرچشمه که میاد مثلا به فاضلاب بشه و ته کار ببینه که مثلا اینجا از کجا آلودگی مایع گرفته. اینجوری ما شناخت پیدا میکنیم. من البته شما همتون دیدید که معتقدم که این یکی از فاجعه های بزرگ دنیای علم بوده و چه سرمایه های انسانی اهم از گوینده و شنونده رو که مصرف خودش کرده و ضایع کرده، نه به این معنا که چون توطئه هایی وجود نداره و چون لابه هایی وجود نداره و چون منافعی وجود نداره، به این که اون رو مبنای اصلی شناخت جامعه قرار بدید و اون رو عامل
اساسی در اینکه چیستی ما به چه سمتی اومده. اینو بدونید این خب خیلی اشتباهه. مثلا من میگم که شما بگو چی میخوری تا مثلا نوع جامعه تعیین کنم، ولی شاید چیز خود ما تیم جامعه تاثیر داشته باشه چقدر منظور بحث هوامون و غیره و غیره. در هر حال این بحث هم هست که شما علت رو و فانکشن رو و ساختار رو میتونید مثلا فرض کنید که علی رو از سه چشم متفاوت نگاه کنید و بگید من به این ترتیب در مقام توضیح دادن اینم. یعنی مثلا پدیده انقلاب ایران با هر کدوم از اینا که بهش نگاه کنید یه معنای پیدا می‌کنه. اولا شما می‌خواید علی بهش نگاه کنید یا می‌خواید فانکشنال بهش نگاه کنید، ساختاری می‌خواید بهش نگاه کنید یا ایجنتی می‌خواید نگاه کنید، فرق می‌کنه. کمی می‌خواید نگاه کنید یا کیفی می‌خواید نگاه کنید و نمونه‌های دیگه. و تمام کتاب‌هایی که توی زمینه نوشته شده اگه بیارید می‌تونید مثلا بر اساس اینکه حالا حالت ترکیبی هم وجود داره، حالت قالب کلمه یکی از اینها مثلا باشه و واقعا همین اتفاق میفته. البته شاید جامعه شناسی توی این قضیه از همه رشته‌های دیگه بیشتر مسئله دار باشه. بخاطر اینکه حتی مثلا رشته‌های مشابه درشون یه مقدار تمرکز بیشتری دیده میشه، مثلا توی مردم شناسی حتی یا توی اقتصاد به یه معنای دیگه، ولی جامعه شناسی از این حیث یک دردسری بوده برای خود جامعه شناسا که اگه بخوان بر اساس متد و روش تعریفش بکنن چه چیزی درش قائل بشن. من این دیگه از بحثمو خلاصه میکنم به این شکل و مطلب رو پایان میدم. ببینید پدیده شناخت علمی بی هیچ تردیدی سر جهاز تاریخ بشریت، بدون هیچ تردید، نه تو مقایسش کنید با سیاست، با سنت، با دین، با هر چیز دیگه. ما اگه مثلا فرض کنیم که یه دنیای دیگه وجود داشته باشه، بخوام بگم مثلا برگ برندمون تکخال آش ما چی برو کردن علم، اما این مانع از این نباید بشه که ما پیچیدگی های علم رو بهش توجه بکنیم. علم خیلی پیچیده است، یعنی فرایند شناخت، همون معنای ترکیب تجربه و نظریه و فرضیه و آزمون کردن اینا، یه فرایند فوق العاده پیچیده است و به خصوص چون که معمولا در کار به وجود آوردن یه پدیده شبکه های علی در کارن نه یه علت، شناختن اونها هم دشواره. اینو بهترین جایی که شما تونید بشناسید تو همون بحث مواجهه با پزشک خودتون است. توی علوم انسانی هم همون قصه است، فرقی نمی‌کنه. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه اولا اون پدیده رو بزنیم جلوی چشممون و مشاهده کنیم. اگر شما گفتم پدیده مشاهده، بعد اینجا به شکل دقیق‌تری یا چیزی دیگه تعریف بشه و بعد همون حرف‌ها و پرت‌ها و گمان‌ها اینها میاد و بعد ترکیب اونها و سنجشش و تو هر کدوم از اونها بر اساس امکاناتمون، حالا بخش دومی صحبتام بشه اشاره به اون حالانهای کمی کیفی میکنم، اون در واقع اون سطح میانی روش تا اونم اشاره میکنم، ولی اینجا حالا در انتهای بحث دارم این رو میگم که تو اون در واقع جستجوی شما که مشاهده هم چی باشه فرضی هم چی باشه اونها، همونجا هم گاهی ممکنه فانکشنال به مسئله نگاه کنید، گاهی ممکنه علی به مسئله نگاه کنید، گاهی ممکنه مطلبتون به شما امکاناتی برای کمی کردنش بده، گاهی ممکنه نده و بعد مجموعه کارتون رو عرضه میکنید و اون توی در واقع ساینتیفیک کامیونیتی محکم معیار میخوره و اون محکم معیار هم همش واقعا ساینتیفیک نیست، چه تو علوم انسانی چه تو غیر علوم انسانی. یعنی اونجا هم عوامل غیر علمی و غیر دقیق ممکنه توی مشکوک شدن یه چیزی کمک کنه، اگرچه خب بازم فاصله داره که میشن زودتر ممکنه اشکالی که داشته باشه برملا بشه. ولی در هر حال یه نکته آخر رو میگم، این نکته آخر مثل بعد همون نکته قبلا گفتم برای گوش نامحرم نارواست، یعنی کسانی که از این نکته بگیرن که پس مثلا علم هم با بقیه چیزها فرقی نکرد، نه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، ولی البته اون خیلی فرق کردنش معنیش این نیست که این فرق رو نمی کنه. اینو میگم و صحبتم تمام میکنم.
آقای منصوری، دکتر منصوری که استاد دانشگاه شریف هست، یه زمانی معاون وزیر علوم بود ایشون، یه کتاب داره راجع به علم نجوم، کتاب کوچیکه ما. ایشون تو کتاب میگه که چند سال پیش از این از یکی از ماهواره ها یه اطلاعات دیتاهایی رسید به زمین که یکی از دوتا تئوری رقیب رو به شدت تقویت میکرد، توی نجوم. بعدشون میگه که سخن اون طرفداران اون پارادایمی که تضعیف شده بود این بود. این آقای دکتر منصوری تو کتابش میگه این داده ها به قدری با تئوری رقیب ما جفته که حتما دروغه. از این میخوام نتیجه بگیرم که اون چیزی که ما به عنوان دقت در علوم طبیعی میشناسیم خودشو باید با دقت مطالعه و ملاحظه کرد. دیر به دست میاد و کم به دست میاد و حاصل زحمات بسیار بسیار طاقت فرساست. و بنابراین ما دقت و عینیت و هر چیز از این قبیل که در علم دنبالش هستیم به صورت طیفی باید در مجموعه علوم نگاه کنیم. این طیف تو خود فیزیک، تو خود نجوم هست، تو خود شیمی هم هست، تو بین علوم هم هست. یعنی از مثلا مکانیک ممکنه در انتهای طیف شروع بشه، بیاد مثلا با ستایی را برسه به یه علم مثل باستان شناسی، دیگه چه علمیه که سرگذشت انسان‌ها رو می‌خواد بگه، ولی بازم بیساش به ایسای تجربی‌تره. تو باید بدون روانشناسی که همین خصوصیت رو باز بهش بگیره تا تهش که به تاریخ میرسه که شما صرفا یا تقریبا صرفا نظریه پردازی میکنی که با کانسیستنسی و این چیزها میتونی بیشتر روش ادعا داشته باشی، نه روی تطبیقش با واقع خارج. متشکرم از حوصله‌ات.